ناحق گفتی خودتان میدیا را خواستن و رکلامای خود کردن و ختم شد دیگه. خب و ای به این شکل. خب خانم لیلا هم از پالیتکس دیر میشه. این پالیتکس نیست، این مسئله بسیار مهمه. سینما مسئله بسیار مهم سینماست. اما علاقه مندان شما خوش داره که بسیار صحبت های دیگر هم از شما بشنوه. اطمان چون وقت برنامه هم کم است و شما خودتان برای ما وقت کم دادین، گفتین که شما میتونین در یک ساعت برنامه تان ختم کنین. بیرون از افغانستان چقدر هنر پیشه را میشناسین؟ هدفم از سینمای هند و سینمای هالیوود و بالیوود است. من اصلا هندوستان با هیچ کس، با هیچ سینماگر رابطه ندارم و اصلا کلم کانتکت ندارم. سینمای هالیوود که میگین، ما جایی که ما زندگی میگیم کالیفرنیا، یعنی ما در سان فرانسیسکو هستیم و هالیوود در لس آنجلس است. ما 6-7 ساعت ازشون دور هستیم. سو وقتی که ما شروع کردم تا که افغانستان اومدم، صرف فیلمایی که خود افغانا می ساختن داش شریک بودم یا بازی کردیم. در غیر از او یکی دو بار، اصلا سه باری که از خود سان فرانسیسکو فیلم سازای فستیوالی که فیلم ساختن و یکی دو بارم از نیویورک برای ما آفر شد، من فیلم های خارجی کار نکردم، چون قدر علاقه مندی برای فیلم های خارجی مخصوصا فیلم های هالیوود نداشتم. خب یعنی علاقه مندی شما را بیشتر به مردم خود افغانستان، به فیلم های خود افغانستان نشان میده که اما هم برعکس شده برای فعلا همراه شما. ما در امید خواهدم برای مردم خود کار کنم و چون فکر میکنم که مردم افغانستان زیادتر ضرورت دارن فیلم های خود ببینن، میفهمین خودتان قدر فیلم های خارجی رو بلد نیستن و ای که من نزدیک مردم خود باشم و با مردم خود در جامعهشان باشم، ای بر من مهمتر بود. از خاطر افغانستان اومدم. اما این که کمتر کارهای سینما صورت میگیره یا عمل است، خب این شکست نفسی شما رو نشان میده. گرچه بینونا عزیز، بینونا جان کارهای بسیار خوب هم داره، کارهای فستیوالی داره، او کارهای تجارتی نیست که در بازار در دیویدی ها شما ببینین. شاید بعد از جایزه هایی که گرفتن شاید در تلویزیون ها شما ببینین کارهایشان. بالاخره همین که در پرده میبراین در تصویر هستین، اونا رفتم از سینما هست، یعنی به علاقه منده کسایی که حداقل از طریق تلویزیون آهنگ ها را میبینن برازان کنم وعده نداره. وعده خب من نمیخوایم که وعده بتم و بزودی او پیاده نشه یا عمل نشه بر از که ببینن، اما آهسته آهسته میتونن از ما چیزایی ببینن، مخصوصا فیلمایی که در بیرو ساخته شده یا فیلمایی که در اینجا هم ساخته شده. گفته شما که اینا در فستیوال هم میرن، او فیلم هم شاید شاهدش باشن یا شاهد فیلم ها شاید اینجا بیایه، اونا فیلم ها شاید ببینن و امیدوار است مردم به اون فیلم ها خود چشمای خود آموخته کنن یا عادت بگیرن، چون سینمای پرمحتوا است و سینما اصلا وقتی محتوا نداشته باشه، سینما محتوای خود از مردم میگیره، از جامعه میگیره، او را بعدا به تصویر کشیده میشه و مردم او را میبینن. فکر میکنم مردم زیادتر علاقه مندی پیدا کنن و عادت بکنن که حقیقتهای خود یا حالات زندگی خود که زیادتر حقیقت گرایانه باشه ببینن، از این که تخیلی باشه. و من برخلاف سینمای تخیلی نیستم، اما اگر به شکل درست ساخته شوه چرا نه. فیلم های ما چند، یک فیلم بچه کابلیس که دیویدی هاش در چندین مملکت خارجی، یعنی به زبانهای مختلف هم ترجمه شد و فروخته هم فیلم شد، اما تا ای که دیویدیش چرا در افغانستان تالو نامده که مردم او را در خانه های خود ببینم، او را من جواب داده نمیتونم دیگه. و فکر میکنم فیلم لوری همچنان از آقای حامد نوید و سیجان ارگزای است که او هم در امریکا ساخته شده. او فکر میکنم که آله که من امریکا رفته بودم، آقای حامد نوید ششتیم امرایشان، ما ویرجینیا رفتم و امرایشان دیدم و اونا تصمیم دارن که در این وقتا بیان و فیلم دوبله کنن، با چون فیلم در انگلیسی است، فیلم دوبله میکنن با دری و یا با زبانهای اینجا و او را به
مردم خاط بتا اینجا شاید مردم خانم لیلا کدام فیلمتان بیشتر دوست دارین نقاط فیلمتان؟ درست خطه بگویم ما هیچ از کارهای خود راضی نیستم. ما ده هر جای گفتیم که ما از هیچ کار خود راضی نیستم و یعنی نمیتونم سرش افتخار کنم. ای که یک ساخت یک دایرکتر بوده، ای که مکمل فیلم عالی بوده یا خوب بوده از نظر بیننده ها و یا از نظر بزرگا، من قدر میکنم، اما مشخصا خودم از کار خود هیچ وقت راضی نبودم. جالب است، اولین پرودیوسر را من میبینم که بیننده عزیز خودشان فیلمش را نمیخواد رکلام کنه و یم بزرگواریشون نشان میده. یگان تا هست که میگه حتما این فیلم رو ببینین. حتی ما در سینمای بالیوود دیدم که فیلم های نو که میایه یا میرن در رسانه ها، در البته در برنامه های که انترتیمنت از دو اشتراک میکنه و در اونجا رکلام یا معلومات در باره فیلمشان و در کجای افتتاح میشه و را معلومات میتن. بله، این فیلم هایی که مثلا ساخته شده که ما درش بنام بازیگر بودیم، او فیلم ها در مجموع بسیار خوب بودن، در مجموع بسیار یعنی جلب توجه بیننده های بیرونی، بیرون از افغانستان شدن. یعنی ما افتخار میکنم برای زو فیلم ها، فیلم بچه کابلیس یا فیلم لوریس یا حتی فیلم های کوتاهی که اینجا ساختن. اما ما کار خود، یعنی کار مک از نگاه بازیگری مطال کدام کارم مورد پسند من نبوده که ما در او بگویم مکمل ما صحیح اجرا کردیم. شاید از نگاه بیننده دیگه خوب بوده. از مردم افغانستان بسیار زیاد راضی هستم، بسیار زیاد. گرچه که حالا مثلا وقتی که بیرون میرم اقدر در جایی که افغان ها زیادتر هستن اقدر ظاهر نمیشم. این سفر خودم که رفتم تنها یک بار ویرجینیا رفتم، اما میبینن وقتی که در تیاره میبینن یا وقتی که در میدان تیاره یا در یکان جایی میبینن، بسیار زیاد تشویق میکنن. اما مردم افغانستان اینجا داخل یعنی من هیچ نمیتونم بگویم به چه شکل اینا قدر مهربانی میکنن مقابل ما. بسیار زیاد مهربان هستن و با وجودی که ما گفتیم، با وجودی که ما کارهای کم دارم، بسیار کم از کارهای مینا بلد هستن، اما با وجود از اون بسیار مهربانی میکنن، از حدش یعنی بیشتر. و از مردم خود بسیار زیاد راضی هستم. تشکر. خب بالاخره خانم لینا، شما در اینجا زندگی کردنی هستین، در اینجا فامیل کی ها هست همراهتان، یا امی میر محبت ترک کرده دوباره میخواین برین بیرون از مردها؟ اصلا تصورش نمیتونم بکنم که من مهر محبت که مردم مرا اینجا داده و مزی اقدر انرژی میگیرم، اقدر الهام میگیرم، اقدر مرا روح ما پرورش میتن، من فکر نمیکنم که من در دیگه جای ایره داشته باشم. و با وجود که فامیلم تماما در کالیفرنیا هستن، من اینجا تنها زندگی میکنم و فکر نمیکنم که مهربانی مردم خدا و محبتشان ما پشت سر بانم و از پیششان برم. پنج هنرپیشه سینمای افغانستان نام شو بگیرم. پنج هنرپیشه که شاید از کارهایشان مرا خوشم میایه و کارهایشان مرا الهام داده که من هنرپیشه باشم، من میتونم نام بگیرم. سنگی بزرگ از آقای ولی تلاش، از کارهایشان بسیار خوشم میایه، مخصوصا کارهای قدیمیشان. از آقای زبیر فرغند، از خانم میمونه غزال، هما مستمندی. من پنج زنه نام نمیگیرم، فکر میکنم زیادتر هستن. بگیرم. از خانم عادل عدیم، هما جان مستمندی رو گفتم، بسیار زیاد، مخصوصا چشمای مقبولشان هیچ وقت یادم نمیره. از بچه های جوان نگفتیم؟ بچه های جوان نخواهد که نشناسیم. بچه های جوانی که میشناسیم زیادتر هستن اینجا، نام خدا زیاد هستن. اما کسایی که من گفتم، کسایی که مرا با دیدن فیلمایشان ما دایی را پا نهادیم، اونا را من فکر میکنم زیادتر خاطره برم دادن از فیلمای خود. خب من چند تا هنر پیشار نام میگیرم، شما حداقل شما را بشناسین، صرف درباره شاید جمله بگوین خوب یا بد. مثلا میخوایم از سلیم شاهین برای شاید چیزی بگیم. سلیم جان شاهین
ما برشان ما برتان میگم یک کلمه گفتیم یونیک یا یونیک در فارسی چی میگن ما دکشنری خدا بکشم دکشنری تانه بکشم پرکار ویژه 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 خب دخترای فیلم جوان ها را میشناسیم به نامایشان بلد نیستم اما شاید اگر که چهرهشان را ببینم شاید بشناسم خب بیاین اول از بچه های فیلم یادوار میشن از خانم ها هستن فعلا هم که کار میکنن آقای خانم یاسمین یارمل است خانم برشنا بهار است ما فیلم با یاسمین یارمل اینجا معرفی شدم اما با خانم برشنا بهار با کارایش در امریکا آشنا شدم چون کدام فیلمشان از طریق تلویزیون یکی از تلویزیون های لوکال یا اما محلی افغانی نشر شده بود یک فیلمشان ما دو آشنا شدم که یک دختره که دیگه امرایشان کار میکرد که منامشان بلد نیستم اما خانم برشنا بهار خوشویشان فکر میکنم بود و یک دخترک جوان بود که خب رسول ایمان رسول ایمان که در عشق خاموش همراه شما نقش هم دارم اعصاب خراب اعصاب خراب یک جمله آقای بصیر مجاهد کمتر با کارشان یعنی ما خودم همراهشون کار نکردیم مثلا مگر بسیار پشتکار دارن خب در آخر میخواهیم پرسان کنم که بالاخره لینای علم ادامه کارش انتخاب کارش چی بود؟ در بخش سینما خود بود یا کار خصوصی؟ که هدف ما یک وظیفه که خودتان انتخاب میکنیم مثل یکان وظیفه که مسای خصوصی است دوستای ما که زیادتر بیرون از افغانستان زندگی میکنند در اینجا به آدرس یک مسای راز میکنند و خدمت بر مردم خود میکنند این تو کار خوش دارین یا همه قصانی که زحمت کشیدین بر علاقه مندان بالاخره یک وعده بتین اما تا حال چیزی که میکنم امیر خواد ادامه دادم ما فکر میکنم یعنی سینما بر ما در قدم اول بسیار زیاد مهم است امیدوار هستم که تحقق پیدا کنه پیشرفت پیدا کنه تا ما بتونم از او طریق به مردم خود هنرنمایی کنم و این یک مسئله است که ما داشت میخواییم که تا آخر که شاید دندانای من بفته و مویای من سفید شوه شاید بانم پهلوی مردم خود در سینما و یکی دیگه که در پهلویش اگر ما بتانم از طریق مؤسسات خیریه کمک برسانم ای هم همچنان آرزویم است که آله هم یعنی دخیل هستم در مؤسسات خیریه ما یعنی کمک میکنم اما ای ادامه خواهد پیدا کرد برای همیشه بازم تشکر میکنم از شما و از اینکه لحظات با علاقمندای خودتان در پرده تلویزیون آینه بودین صحبت کردین تشکر از شما که هم آمدین و یک موقعی شد که ما کاتبین دا بتونیم گپ بزنیم تشکر از شما و همچنان ما هم از بیننده های تلویزیون آینه خداحافظی میکنم با امید دیدار بازم بیننده عزیز تشکر از شما تا این لحظات که ما را از طریق برنامه نما دیدین و امید است که برنامه ویژه که با خانم لینا علم داشتیم از او خوشتان آمده باشه و برنامه بعدی که باز هم با افتتاح یک فیلم افغانی یا با یکی از هنرپیشه افغانی در خدمت شما حاضر میشیم شما را به خداوند پاک یکتا میسپاریم شب خوش موفق باشیم